درود به بینندگان عزیز تلویزیون ایران فردا، باز هم من در خدمت شما هستم برای آنکه آن سوی خبرها و خود خبرها رو با هم روش تعاملی بکنیم. سالار آبنوس کیو به یادتون میاره؟ قهرمان فوتبال، هنرپیشه‌ای در سینما، یک شاعر، یک نویسنده. نه، اشتباه کردی. فرمانده سپاه در قزوین. عادت کرده بودید اسمای عجیب غریب بشنویم. سردار عبدالله دست برگردن، اینجا سالار آبنوس هست. فرمانده سپاه قزوین که گفته 230 نفر در جمهوری اسلامی بر رفتار علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نظارت دارند و تاکنون گزارشی بر مبنا بر خطای رهبری ارائه ندادن. عجب حکم جالبی. مجلسی داریم به نام مجلس خبرگان، شورایی داریم به نام شورای نگهبان. فقهای شورا را نایب امام زمان انتخاب می کند و این فقهای شورا تشخیص می دهند چه کسانی شایستگی حضور در مجلس خبرگان را دارند که گاه نمایندگانش با 2000 رأی در حوزه انتخابیه که 1,000,000 رأی داره انتخاب شده. بنابراین معلومه چه نظارتی هست و میبینیم که اعضای خبرگان اگر با جیب خالی وارد خبرگان شوند، به چند سالی نکشیده خود و فرزندانشان به صف قارونهای جمهوری اسلامی اضافه میشوند. آقای آبنوش در جمع دانشجویان بسیجی دانشگاه قزوین و نه بقیه دانشجویان گفتند در هیچ حکومتی کنترل بر رهبر و نظام توسط انتخاب شدگان مردم وجود ندارد. این فقط جمهوری اسلامی است. شگفتا در جمع خبرگان یک نظامی نیست که ایراد بگیره. رهبر به عنوان فرمانده کل قوا چه دانش نظامی رو داره؟ اقتصاددانی نیست که بگوید ایشون از اقتصاد چه میداند. ورزشکاری نیست بگوید از ورزش چه میداند. جمعی ملا هستند که بالاترین سطح دانششان 128 جلد کتاب بهارالانوار است. فرمانده سپاه قزوین گفته شورای نگهبان بر تمامی تدابیر و رفتارهای رهبر نظارت دارد. خدا را شکر تا کنون این جمع هیچ شکایتی از خطای رهبری نکردند. به همین دلیل دستمزد آقای محمد تقی مصباحی یزدی که سالی 7 میلیارد تومان بود به 14 میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. آقای فریدون عباسی را هم خوب میشناسید، رئیس سازمان انرژی اتمی، مرد رویینتنی که از سوء قصدی نابکارانه خدا را شکر جان سالم به در برد و این مقامش هم مدیون نجاتش است. ایشون با انتقاد از تیم مذاکره کننده هسته‌ای گفته اگر سعید جلیلی در مذاکرات آلماتی تنها 1/10 از امتیازات ژنو را به غرب میداد، الان رئیس جمهور بود. شگفتا آقای روحانی پس رئیس جمهور شد که امتیاز بده. چقدر اینها همدیگر رو زیر سوال میبرن و کل نظام رو. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای عباسی در جمع گروهی از دانشجویان دانشگاه امام صادق گفتند که در توافقنامه ژنو به غرب امتیازات فراوانی داده شد. او از مقام‌های دولت 11 و تیم مذاکره کننده هسته‌ای پرسید چرا مسئولان فعلی می‌خواهند قهرمان پروری کنند؟ قهرمان ایشان است، آقای عباسی است. گروهی از حامیان جلیلی، احمدی نژاد و مصباح یزدی منتقد تفاهم نامه ژنو هستند که مورد تأیید نایب امام زمان قرار گرفته است و معتقدند زمانی که جلیلی رئیس تیم مذاکره کننده هسته‌ای بود، غرب موفق به کسب امتیازی نشد و تفاهم نامه ژنو ترکمانچای دیگری است. همانطور که در ترکمانچای فتح علی شاهی بود و عباس میرزایی بود و میرزا شفیعی بود و مذاکره کنندگان، در مذاکرات ژنو هم سید علی خامنه‌ای ولی فقیه هست، آقای روحانی هست و آقای دکتر ظریف. مجلس شورای ملی اسلامی، از زبانم بشنو خدا، ملی باید بود، با احیای سازمان برنامه و بودجه، حالا تحت عنوان مدیریت
و برنامه ریزی کشور که آقای احمدی نژاد منحلش کرده بود موافقت کرد. این طرح با 116 رأی موافق، 45 مخالف و 19 ممتنع از مجموع 215 نماینده به تصویب رسید. خیلی جالبه، 215 نماینده درباره تصمیمی بدین مهمی فقط در جلسه شرکت میکنند، اما در فهرست آقای سعید مرتضوی 280 نفرشون هستند که رشوه گرفتن. به موجب این قانون سازمان مدیریت و برنامه ریزی با ادغام دو معاونت برنامه ریزی و راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری با مسئولیت مستقیم او ظرف 6 ماه تشکیل می شود. تو اینجا یک گریزی می زنیم به خبرهای منطقه ایمون. یک منبع در وزارت خارجه مصر خبر قطع روابط دیپلماتیک با لیبی رو تکذیب کرد. رویتر گزارش داده بود که قبلا که این منبع روابط لیبی و مصر رو روابط بسیار خوبی دانسته. این منبع مصری اخبار منتشره درباره اخراج سفیر مصر از ترابلس و ضرب العجل 48 ساعته لیبی به وی برای خروج از خاک این کشور را بی اساس دانست. در همین حال علی زیدان نخست وزیر لیبی نیز در یک کنفرانس مطبوعاتی اخبار منتشره شده درباره قطع روابط با مصر رو تکذیب کرد. این خبر خیلی سر و صدا ایجاد کرد چون بعضی از منابع در لیبی و در قاهره به اون اشاره کرده بودند. پیش از این برخی از منابع هم گفته بودند که بله اینا اختلافات اساسی دارن، روبوده شدن کارگران مصری در مرز با لیبی، کامیون‌ها رو توقیف کردن، گروه‌های خارج از قانونی که دست به این اعمال می‌زنن، روابط دو کشور رو که همه گاه حتی در دوران آقای مبارکی روابط ویژه‌ای بود با خطر روبرو کردن. مجله تایم، یکی از معروف‌ترین مجلات دنیا، پاپ فرانسیس رهبر مذهبی کاتولیکای جهان رو به عنوان شخصیت سال 2013 انتخاب کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، نانسی گیب سردبیر مجله تایم گفته پاپ فرانسیس در مدت کوتاه به طور خارق العاده‌ای درک از کلیسا را در جهان تغییر داده است. ولی جالب بود، پاپ قبلی هنوز میتونست باشه تا روز مرگش کنار رفت. انسان‌ها به یه نقطه میرسن، میبینن بهتر نیروی جوانتری، نیروی خلاقتری بیاد جاشونو بگیر. ولی در کشورهای ما تا مرگ طرف رو از میدان بر نبرد همچنان دو دستی به کرسی چسبیده است. شخصیت سال مجله تایم را هیئت تحریریش انتخاب میکنه، اما خوانندگان تایم در همه پرسی این مجله جنرال عبدالفتاح سیسی وزیر دفاع مصر و برکنار کننده محمد مرسی را به عنوان شخصیت سال انتخاب کردند. نام حسن روحانی، باراک اوباما و بشار اسد رؤسای جمهور ایران، آمریکا و سوریه نیز در فهرست شخصیت‌هایی بود که بررسی شدند که اینا شایستگی این رو دارند یا نه. سالها پیش از این رضا شاه، زنده یاد دکتر محمد مصدق و محمد رضا شاه نیز روی جلد مجله تایم نشسته بود. شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرده انتقال سلاح‌های شیمیایی سوریه به خارج از این کشور و نابودی آن به احتمال زیاد به تأخیر خواهد افتاد. کشوری رو پیدا نمی‌کنن. آلبانی رو می‌خواستن این بلا رو بر سرش نازل کنن، اما پیشنهادهایی که داده بودن مورد قبول قرار نگرفت. اشاراتی به بلغارستان شده بود، به بعضی از مناطق دریایی. جرارارو نماینده دائمی فرانسه در شورای امنیت و رئیس دوره‌ای این شورا گفته که به علت مشکلات مربوط به تجهیزات و ابزارهای لازم برای انتقال مواد شیمیایی، زمان نابودی سلاح‌های شیمیایی سوریه چند هفته به تأخیر می‌افتد. رئیس دوره‌ای شورای امنیت گفته که تشکیلات که برپا کردن برای انتقال این مواد شیمیایی با مشکلاتی روبروست و این مشکلات که عملیات انتقال سلاح‌های شیمیایی با آن روبروست شامل درگیری‌های مسلحانه در مناطقی می‌شود که باید این کامیون‌های یا تانکرهای حاوی مواد شیمیایی از اون عبور کنه. اینها باید به بندر لازقیه بره و از اونجا بار کشتی‌ها بشه با کشتی‌های دانمارکی و نروژی
به محل نابودیشون حمل بشه. یک کشوری میاد با جان ملت خودش بازی میکنه، با سرمایش که سلاحی رو تولید بکنه که بعد با صدها میلیون دلار اونو بخوان نابود کنه. اینها رژیم هایی هستند که باید از صفحه گیتی محو بشه. اینا جایی در سرنوشت بشر معاصر نخواهند داشت. برگردیم حالا به گوشه خبرهایی که مرتبط باز با ماست. صحبت‌های آقای وزیر خارجه آمریکا جان کری. ایشون در جلسه استماع مجلس نمایندگان اعلام کرد اگر ایران به حمایت خود از نظام سوریه و حزب الله ادامه دهد، تحریم‌ها کاهش نمی‌یابد. جان کری همچنین خطاب به مجلس نمایندگان گفت که در حال حاضر وقت انجام تحریم ایران نیست. رئیس کمیته بانکی سنای آمریکا نیست. پس از شنیدن سخنان وزیر خارجه اعلام کرد که مایل است فعلا تلاش‌ها را در این زمینه متوقف کند. جمهوری اسلامی باید خوشحال باشه. مجازات‌های جدیدی نخواهد بود، اما اروپا مشغول فرض کردن یا اعمال کردن مجازات‌های جدید. باز به سپاه بریم. این بار سردار سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه، از تندروها با اشاره به مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب گفته که روزی آرزوی آمریکایی‌ها این بود که نظام ما را ساقط کنه. آرزو می‌کردن به ایران برگردن، اما مقاومت در این 10 سال در موضوع هسته‌ای باعث شد که همه آن آرزوهای بزرگ در کاهش دیپلماتیک چند درصد ظرفیت غنی‌سازی خلاصه شود. هرچند آمریکایی‌ها از آن به عنوان موفقیت یاد می‌کنند، اما این موفقیت در فضای توهم است، چون اصلا ما دنبال سلاح نبودیم. عجب. فارس گفته که جانشین فرمانده سپاه می‌گوید امروز تمام ارکان استراتژیک آمریکایی‌ها تحت تسلط ماست. حرفای آقای ظریف رو به یاد میاریم. تو 10 دقیقه خدمت تولیدات همین جنرال ها میرسن. آنها چطور میگویند؟ میتوانند بگویند که گزینه نظامی روی میز ماست. سردار سلامی با بیان اینکه میدانیم چطور با آمریکایی‌ها درگیر شویم تاکید کرد. هرگاه احساس کنیم ذره حاکمیت ما نقض شود، همه توافق‌ها را زیر پا می‌گذاریم. حقاً ایشون رو باید به عنوان راستگوترین سردار سال انتخاب کرد و جایزه به ایشون داد. ایشون تصریح کرده بخش عمده ساختارهای سپاه می‌تواند در هر مقیاس و سطحی در جهت انهدام اسرائیل ظاهر شود. آی نتانیاهو خوشحال باشید. خبری اومد که حداقل 1 هفته شما رو مشغول می‌کنه، روزنامه‌های اسرائیل رو پر از تهدید می‌کنه و بعد گریز از تعهدات نسبت به صلح در برابر فلسطینی ها. آقای سردار سلامی در پایان گفت امروز شعاع نفوذ ما حداقل تا شرق مدیترانه بسیار قدرتمندتر از امریکاست. تردیدی نیست. تقویت تروریست ها در یمن، کمونیست ها در جنوب یمن، تروریست ها در لبنان، در عراق و در نقاط دیگر. ابعاد نفوذ جمهوری ولایت فقیه تا آنجاها کشیده شده است. آقای رضا فرجی دانا، وزیر علوم، کسی که آمد جای آقای توفیقی رو بگیره که مجلس ولی فقیه حاضر نبود او رو تایید کنه. ایشون رؤسای 3 دانشگاه پیام نور، اصفهان و گیلان را منصوب کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، فرجی دانا دکتر ابوالفضل فراهانی را به سرپرستی دانشگاه پیام نور، دکتر هوشنگ طالبی حبیب آبادی را به سمت سرپرستی دانشگاه اصفهان و دکتر احمد رضی را به سرپرستی دانشگاه گیلان منصوب کرد. فرجی دانا در نامه جداگانه از خدمات دکتر عبدالله حاتمزاده، دکتر محمد حسین رامشت و حسن زیاری، رؤسای سابق این دانشگاه ها، قدردانی کرد. آقای صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، یکی از 3 قوه کشور، رسانه‌های مخرب را ابزار سلطه‌گران برای تهاجم فرهنگی به جهان اسلام دانست. تفسیری بر سخنان
رهبر انقلاب چند روز پیش که آقای صادق لاریجانی هم جزو پامنبری ها بود. ایشان گفت انبوه ماهواره های فارسی زبان با هدف تخریب فرهنگ مردم تأسیس شده است. چقدر دلم میخواست آقای لاریجانی نمونه های این آثار تخریب کننده رو نشون میداد. به گزارش خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران، آقای لاریجانی گفته حکام مستبد و ضد دین در کشورهای اسلامی و راه اندازی رسانه‌های مخرب دو راهکار سلطه‌گران برای تهاجم فرهنگی به جهان اسلام است. حکام مستبد و ضد دین. ما حکام دیندار ایران رو تجربه داریم می‌کنیم. می‌بینیم. خودشون اقرار به فسادشون می‌کنن. ایشون گفته نمونه از این تلاش را می‌توان در انبوه شبکه‌های ماهواره فارسی زبان که در سال‌های اخیر با هدف تضعیف و تخریب بنیانهای فرهنگی مردم تأسیس شدن مشاهده کرد. البته مطمئنن به ما میگه چون بنده خیلی سراغ ایشون میرم. ایشون با انتقاد از مخالفت با اعدام گفت این مخالفت با اسلام است، زیرا قصاص نص قرآن کریم است. کسی به این روحانی باید میگفت همه ادیان در طول تاریخ با زمانه تطور پیدا میکنند. روزی ممکن بود قانون قصاص اجرا بشه، اما مسیح گفت اونی که گناهی نکرده سنگ بیاندازه. آقای لاریجانی گناه‌های زندگی خودشو اگر بشموره هرگز حکم اعدام صادر نمی‌کنه. بله، یه گزارش خبری داریم که توجه شما رو به اون گزارش جلب می‌کنه. آنها در سه نوبت از تامین اجتماعی هدیه و بن دریافت کردند. به گفته سعید مرتضوی عده این نمایندگان در سه مورد یاد شده 143 نفر، 75 نفر و 67 نفر بوده که نام برخی از اعضای هیئت تحقیق و تفحص هم در میانشان است. مدیر عامل پیشین سازمان تامین اجتماعی در این حال گفته که پرداخت این مبالغ هیچ اشکال قانونی نداشته است. در واکنش به نامه سعید مرتضوی، علیرضا محجوب رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس به خبرگزاری ها گفته است که تمامی مطالبی که سعید مرتضوی به هیئت تحقیق و تفحص نسبت داده کذب است و مطالب انتسابی به او نیز از این قماش هستند. علیرضا محجوب مدارک ارائه شده توسط سعید مرتضوی را به مانند مصرف کاغذ سوخته دانسته و آنها را مستحق پیگیری قانونی دانسته است. سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس نیز این نامه را غیر مستند و راهی برای تشویش اذهان عمومی دانسته است. در همین حال خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس هم با انتشار یادداشت‌های جداگانه به شدت به سعید مرتضوی حمله کرد. این سایت نوشته سعید مرتضوی بر اساس گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس در سال 1382 متهم ردیف اول قتل زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی تبار مقیم کانادا بوده است. خانه ملت همچنین افزوده که سال 1387 نیز سعید مرتضوی در گزارش تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضاییه متهم شده که به عنوان دادستان وقت تهران در فروش سوالات کنکور نقش داشته است. این سایت همچنین بر اساس گزارش تحقیق و تفحص مجلس هشتم از بازداشتگاه کهریزک اعلام کرده دادستان وقت تهران متهم ردیف اول این پرونده بوده است. خانه ملت با توجه به تکرار حضور مرتضوی در پرونده‌های تخلف و اینکه این روزها وی دیگر در دستگاه اجرایی حامی ندارد، خواستار ورود جدی قوه قضاییه در پرونده تخلف وی شده است. گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس از تحقیق و تفحص درباره عملکرد سازمان تامین اجتماعی روز 13 آذر در صحن علنی مجلس خوانده شد. این گزارش نشان دهنده فساد گسترده مالی در سازمان تامین اجتماعی و در میان وزیران و مدیران دولت پیشین است. مجلس در رأس امور است، امام خمینی ره. اینو دائما ما میبینیم و میشنویم. مجلس 4 پرونده در رابطه با سعید مرتضوی عنوان کرده. آقای علیرضا محجوب آدم ناشناسی نیست، کسی که از ابتدای روی کار آمدن جمهوری اسلامی
مسائل کارگران رو پیگیری کرده و مسئولیتی در خانه کارگر، در وزارت کار، در جاهای دیگه و اخیراً هم مجلس و هیئت تحقیق و تفحص داشته. وقتی او اتهامات سعید مرتضوی رو کاغذ سوخته مینامد و وقتی در رابطه با قتل زندیات دکتر زهرا کاظمی و نقش او سخن میگوید، در مورد فروش سوالهای کنکور، بازداشتگاه‌های مخفی و بازداشتگاه کهریزه که در آن به فرزندان شما تجاوز شد و آقای خامنه‌ای به جای عزل او به او پاداش داد، آنگاه می‌بینی مجلس در رأس امور نیست، در ذیل امور است. یمن وضع بدی داره. طرح صلحی که به اجرا درآمد و رئیس هادی منصور جای رئیس علی صالح رو گرفت که علارغم سوء قصد به او و برکناری همچنان یکی از مراکز قدرته، خب در دستخوش جنگ داخلی است. یک سو القاعده است در میانه یمن، در جنوب کمونیستای سابق با حمایت نایب امام زمان و دولت جمهوری اسلامی میخواهند یمن جنوبی سابق را جدا کنند و مستقل بشن. در شمال حوثی ها باز با کمک جمهوری اسلامی و آموزش نظامی و سلاح‌های متعددی که دریافت داشتند، برانند که شمال کشور را تجزیه کنند، یک دولتچه شیعه بسازند که در الها نزدیک به منطقه شرقی عربستان سعودی است و بتوانند با شیعیان آنجا نیز بسازند و در اونجا هم لابد یک دولتچه برپا کنند. این مداخلات باعث شده یمن روی آرامش نبینه، در حالی که سازمان ملل ناظر بر اجرای طرح صلح است. کنگره بزرگ ملی تشکیل شده اما هر روز شاهد ترور، کارهای تروریستی و ناآرامی در این کشور هستیم، به گونه که خیلی از سفارتخانه‌های خارجی به خاطر مسائل امنیتی ممکنه سفارتخانه‌هاشون رو تعطیل کنه. در عراق هم اوضاع آشفته است. آقای مالکی با فرار از مسئولیت خود و دولتش در این آشوب‌ها مرتب گناه رو به گردن دیگران می‌اندازد. ایشون با اشاره به نقش مخرب اختلافات و کشمکش‌های سیاسی برای دولت این کشور گفته اینا از تروریسم خطرناک‌تر است. چه کسی عامل این کشمکش‌هاست؟ چه کسی زیر قرارداد اربیل زد و به جای واگذار کردن دو پست کابینه به فراکسیون العراقی و آقای دکتر عیاد علاوی آمد و سرپرست برای وزارت دفاع تعیین کرد و اصلا اجازه تشکیل اون شورای عالی امنیت استراتژیک رو نداد؟ آقای نوری المالکی میگوید کسانی که دنبال تخریب روند سیاسی هستند در واقع طرح‌های خدماتی کشور را به تعطیلی میکشانند. فرزند ایشون اخیراً متهم شده بود در یک معامله سوء استفاده کلانی کرده مثل بقیه. اکنون 3 تن از اعضای گروه آقای مقتدا صدر، فراکسیون احرار در پارلمان عراق، از جانب آقای مالکی و گروهشون حزب ادعوه متهم هستند که برای معالجه خودشون سوء استفاده کردند و بعد اسامی شماری دیگری از نمایندگان نیز مطرح شد. آقای مالکی میگوید عراق که به داشتن کادر علمی و پزشکی و دانشگاه‌های معتبر و دارای قدمت مشهور بود، بر اثر جنگ و درگیری بخش درمانیش زیان‌های زیادی دید و یادمون باشه این دانشگاه و مراکز علمی و متخصصان که میگوین در زمان صدام کافر افلاقی درست شده بود. مالکی میگه هدف از ترور پزشکان و استادان به منظور خالی کردن عراق از دانشمندان و نخبگان بوده است. او همچنین هدف از حمله به پزشکان که جان انسانها را نجات میدهند و فراری دادن آنها از عراق دانست. 2 میلیون عراقی بعد از آزادی کشورشون کشور رو ترک کنند، شاید هم بیشتر. وی گفت هنگامی که گروه های سیاسی در راستای تضعیف یکدیگر میکوشند، هدف آن ناتوان جلوه دادن دولت است. چه دولت مقتدری. آقای نواز شریف نخست وزیر پاکستان تاکید کرده که حملات پهپادی به هیچ عنوان راه حل مناسبی برای مبارزه با تروریسم نیست. می‌دانیم که آمریکا در پاکستان و یمن و افغانستان از هواپیماهای بدون سرنشین مدرن برای یافتن و صید کردن رهبران تروریست‌ها استفاده می‌کند.
و بسیار در این زمینه موفقیت داشته، ولی در این حال اونچه که قربانیان بیگناه نامیده میشن نیز بر اثر این حملات صورت میگیره که گاه باعث دردسر دولت‌های پاکستان، افغانستان و یمن میشود. آقای نواز شریف گفته که پاکستان برای از بین بردن ریشه تروریسم و افراط‌گرایی مصمم است، ولی حملات پهپادی آمریکا اقدامی غیر سازنده بوده و بر این روند تأثیر منفی خواهد داشت. آقای نواز شریف فراموش میکند که امریکا به موجب یک پیمان امنیتی که با پاکستان داره مجال پیدا میکنه از فضای پاکستان استفاده کنه و تروریست ها رو مورد تعقیب قرار بده، و در پاکستان هم سازمان اطلاعات نظامیش هست، اطلاعات بسیاری برای دولت آمریکا تهیه میکنه. نمایندگان پارلمان پاکستان روز سه‌شنبه با صدور قطعنامه‌ای حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا به مناطقی از پاکستان را محکوم کردند و آن را نقض تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشورشان دانستند. در ایتالیا سنای ایتالیا به انریکو لتا نخست وزیر این کشور رأی اعتماد داد. به گزارش یورونیوس همزمان با رأی‌گیری نمایندگان، گروهی که از سیاستمداران و دولتمردان ایتالیا ناراضی هستند در خارج از محوطه پارلمان تجمع کردند. برخی از آنها از حامیان آقای برلوسکونی بودند که به موجب حکمی که بهش دادن باید زندانی بشه، البته به خاطر سنش نمیشه، ولی محروم میشه از عضویت در سنا و پذیرش شغل‌های دولتی، اونم به خاطر فرار از مالیات. ناراضیان و حامیان برلوسکونی که اکنون به صف مخالفان دولت ائتلافی ایتالیا پیوستند، دولت فعلی را دوز نامیدند. جالبه، آقای برلوسکونی هم از اون شخصیت هایی است که در تاریخ نامش میمونه و تصویرش هنگامی که دست قذافی رو میبوسید یا با او جامی از شیر شتر سر میکشید در خاطرها میماند، همچنان که تصاویر او با پریرویانی که معمولا در مهمانی های او حاضر بودند و یکیشون که تونسی الاسب بود بلای بدی بر سرش آورد. خبرگزاری ایرنا اشاره کرده که دو تبعه جمهوری اسلوواکی، نیمه چکسلواکی سابق که مستقل شد، که به گفته مقامات ایران به دلیل نقض قوانین جمهوری اسلامی بازداشت شده بودند، آزاد و به سفارت کشورشون تحویل داده شده. اما برخی گزارش ها حاکی از آن است که دولت اسلوواکی همچنان با دولت ایران بر سر آزادی دو تبعه خود مشغول مذاکره است. اسلوواکی میدونید که تولید سلاح هم میکنه و معمولا در این جور مسائل پشت پرده جان انسان ها با تحویل دادن نوعی اسلحه نجات پیدا میکنه. اوایل خرداد 8 تن از اتباع اسلوواکی که به عنوان توریست ورزشی به ایران سفر کرده بودند کوهنورد بودند، به دلیل نقض قوانین جمهوری اسلامی بازداشت شدند و بعد 6 نفر از این افراد در تاریخ 10 شهریور به تشخیص مقامات زی صلاح بخوانید وزارت اطلاعات آزاد شدند. دو تن باقی مانده که برای انجام تحقیقات بیشتر مانده بودند به سفارتشون تحویل داده شد. آقای ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا نیز شخصیت جالبی است، آدمی که تا رهبری حزبش رفت و بازگشت و هیچ براش کوتاهی نبود که بیاد در مقام وزیر خارجه زیر دست نخست وزیر بنشینه. ویلیام هیگ با ارسال پیامی در صفحه توییتر خود در شبکه اجتماعی از سفر کاردار غیر مقیم جمهوری اسلامی به لندن استقبال کرد. ایرنا گزارش میده که آقای هیگ در این پیام با اشاره به سفر کاردار غیر مقیم ایران به لندن بر بهبود روابط ایران و انگلستان به صورت گام به گام تاکید کرده. وزیر خارجه انگلیس در این پیام اعلام کرد که آقای محمد حسن حبیب الله زاده کارداد ترددی جمهوری اسلامی ایران در این هفته برای اولین بار از لندن دیدار خواهد کرد. کاردار ترددی بریتانیا رفت. هیگ گفته که سفر آجای شارما کاردار ترددی انگلیس در ایران صورت میگیرد. آقای حبیب الله زاده کاردار غیر مقیم فردا وارد لندن میشه. پیش از این گفته بودیم که ایشون معاون
سفیر ایران در اتریش بود، مهمترین پایگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی در اروپا. وزیر دفاع اسرائیل در این میان گفته که تمامی سفارتخانه‌های رژیم ایران در جهان پایگاه فعالیت‌های تروریستی این کشور است. به گزارش خبرگزاری‌های خارجی، ژنرال موشه یعلون وزیر دفاع اسرائیل افزوده است سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای حوزه آمریکای لاتین به لانه جاسوسی و تروریستی به ویژه فعالیت علیه یهودیان مبدل شده است و در نقل و انتقال بمب و انواع سلاح و انجام سایر ماموریت‌های تروریستی علیه اهداف اسرائیلی و یهودی در آمریکای جنوبی و شمالی دخالت فعالانه دارد. ژنرال یعلون گفته است که برنامه تروریستی 2 سال پیش ایران که قرار بود برای کشتن سفیر عربستان سعودی در واشنگتن از طریق شهروند ایرانی الاصل آقای منصور اربابسیار به اجرا درآید، بر اساس فعالیت‌های این شبکه‌های ایرانی در آمریکای لاتین برنامه‌ریزی شده. رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین آقای اسدالله عسکر اولادی مسلمان، تازه مسلمان، برادر حبیب الله که به رحمت خدا رفت، ایشون با بیان اینکه اتاق بازرگانی از همه تجار برای سفر به چین و شناسایی بازار چین دعوت میکند، گفت ایران دارایی بلوکه شده‌ای در چین ندارد. عجب. اظهارات عسکر اولادی در حالی است که چندی قبل آقای محمد باقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ایران گفته بود که 22 میلیارد یورو پول ایران در چین مانده است و ایران به دلیل تحریم‌های غرب نمی‌تواند این دارایی را به صورت ریال و دلار وارد کند. یک گزارش خبری در این زمینه داریم که توجه شما را به اون جلب می‌کنه. رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین می‌گوید ایران دارایی بلوکه شده در چین ندارد و این میزان دارایی موجود بر اساس توافق قبلی دولت گذشته با چین مبنی بر تأمین 65% خرید مواد مورد نیاز به ازای صادرات کالاست. به گزارش خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه، اسدالله عسکرولادی از انجام توافقنامه جدید خبر داد و افزود بر اساس این توافقنامه پرداخت این میزان دارایی در فاینانس امکان پذیر بوده و از همه تجار دعوت می شود طرح‌های کلان را ارائه دهند. عسکرولادی افزوده است بر اساس این توافق ضمانت‌نامه بانکی از این محل تهیه می شود. به برحضور تجار در چین هم تاکید کرد و گفت تجار با مدیران کارخانه‌های چینی قرارداد امضا و از پرداخت وجه نقد به واسطه ها پرهیز کنند. عسکرولادی خاطر نشان کرد چینی ها سهم بسزایی در بازارهای منطقه دارند و با توسعه همکاری‌های تجاری میتوان راه را برای حضور فعالان اقتصادی در بازارهای چینی هموار کرد. آقای عسکرولادی با بیان اینکه تجار میتوانند در 3 منطقه اقتصادی هنگ کنگ، تایوان و چین سرمایه گذاری کنند، تصریح کرده است جذب سرمایه از هنگ کنگ ارزان‌تر است. اظهارات آقای عسکرولادی در حالی است که چندی قبل محمد باقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی حسن روحانی در مجلس شورای اسلامی گفته بود 22 میلیارد یورو از پول کشور در چین مانده است. آقای نوبخت افزوده بود ما باید 7.5% سهم فاینانس را بدهیم تا آنها پول ما را بدهند. بنابراین اجازه دهید 6% سهم صندوق توسعه ملی به دولت اختصاص یابد. با تنگتر شدن حلقه تحریم‌های مالی علیه جمهوری اسلامی، امکان دریافت درآمدهای صادراتی ایران از طریق بانک‌ها با موانع سختی روبرو شد و به این خاطر ایران در موارد مختلف ناچار شده است به جای پول، انواع کالاهای بعضاً غیر ضروری را به کشور وارد کند. در این خصوص همزمان با اعلام نظر نوبخت مبنی بر اینکه دارایی‌های ایران در چین بلوکه شده، روزنامه ایران گزارش داد که چین به عنوان بزرگترین شریک آسیایی ایران اعلام کرد طلب‌های چند میلیاردی ایران را نه از طریق پرداخت وجه نقد بلکه به شکل تجهیزات سرمایه‌گذاری پرداخت خواهد کرد. این روزنامه نوشته بود که جمهوری اسلامی در راستای اجبار به وارد کردن کالا به جای دریافت پول صادرات خود از چین، اقلامی چون شلاق، تازیانه، چکش و پتک، کراوات و پاپیون، مرجان، کاسه لاک‌پشت و سبد وارد می‌کند. یک خبر خیلی خوب دارم، یک خبر بد. خبر خوب این که انتشار کتاب به خط فارسی در تاجیکستان افزایش پیدا کرده. می‌دونید که تاجیک‌ها
خط لاتین اول بعد از انقلاب اکتبر انتخاب کردن، بعد خط سیریلیک شد، فارسی رو به سیریلیک می نوشتن که ما نمیتونستیم بخونیم، اونا فارسی رو نمیتونستن بخونن و اون متونشون همه در واقع بی خواننده مونده بود جز عده معدود. حالا به گزارش تاجیک نیوز، حسن الدین غفوروف مسئول اطلاع رسانی انجمن پیوند فارسی زبانان جهان با اعلام این مطلب گفته هر سال ده‌ها جلد کتاب دانشمندان ایران، افغانستان و تاجیکستان به خط فارسی در تاجیکستان برگردان و منتشر می شود. بهروز ذبیح‌الله نویسنده تاجیک نیز با اشاره به اینکه تاجیکستان در 100 سال اخیر به علت تسلط کمونیسم از حوزه زبان فارسی و خط فارسی جدا شده بود گفت حالا زمان نزدیکی است. و خبر بعد این که امیرعلی اکبری به علت مثبت اعلام شدن دوپینگش مادام العمر از کشتی محروم شد. کشتیگیری که هم خیلی خوش استیل بود و هم آینده بسیار خوبی داشت. متاسفم که عدم راهنمایی‌های صحیح اینجور لطمه به ورزش می‌زنه. و سرانجام یک گزارشی داریم در رابطه با اظهارات آقای علی مطهری، با اشاره به اینکه رهبران جنبش سبز بیش از 1000 روز در حصر خانگی هستند. با بدرود با شما، توجه شما را به این گزارش و ادامه برنامه خبرمون، بررسی مطبوعات و تقویم تاریخ جلب میکنم. به گزارش خبرگزاری فارس، علی مطهری با انتقاد از قوه قضاییه خواستار محاکمه علنی میرحسین موسوی و مهدی کروبی شد. مطهری همچنین گفت که حال مهدی کروبی خوب نیست و اگر وی فوت کند به گفته او برای نظام بد می شود. در هفته های اخیر مهدی کروبی بارها به بیمارستان منتقل شده و آخرین بار آقای کروبی تحت عمل جراحی زانو قرار گرفت. آقای مطهری در ادامه با اشاره به ماجراهای سال 88 گفت که محبوس کردن میرحسین موسوی و مهدی کروبی در مدت 3 سال بدون محاکمه را نمی پسندم و آثار خوبی برای نظام ندارد. وی افزود میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمود احمدی نژاد مسببان قضیه 88 هستند و باید به طور علنی محاکمه شوند. این نماینده مجلس گفت در فتنه 88 نباید از بسیج برای کنترل آشوب استفاده میشد. مدیران بحران در بکارگیری از بسیج در فتنه 88 اشتباه کردند. در همین زمینه 9 تن از شخصیت‌های اصلاح طلب نیز در نامه سرگشاده به حسن روحانی رئیس جمهور ایران خواستند برای رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد و آزادی زندانیان سیاسی اقدام کنند. به گزارش روزنامه اعتماد، نویسندگان این نامه با اعلام حمایت از سیاست خارجی دولت حسن روحانی و توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 در ژنو نوشتند شایسته است که حضرت عالی و شورای عالی امنیت ملی با نگاهی مثبت در تعامل با مقامات عالی رتبه برای آزادی زندانیان سیاسی اقدام کنید و به صورت کارآمدی درباره رفع حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد اقدام شود. این نامه افزوده است نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد ماه بازتابی از اراده ملت بزرگ ایران و در راستای تمایل و خواست آنان برای تغییر در سیاست‌ها و رویکردهای نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است. نویسندگان نامه خاطر نشان کردند نمیتوان در عرصه خارجی به انحصار نگفت، اما در منظر داخلی به محدودیت و تضییع حقوق شهروندی رضا داد یا خود را فارغ از مسئولیت در این باره دانست. این نامه سرگشاده با بیان این که مردم ایران از تحقیر در 2 جبهه داخلی و خارجی توأماً منزجر بودند و در عرصه خارجی احترام متقابل و در جبهه داخلی احترام به حقوق شهروندی را طلب کردند افزوده است، پس از توفیق قابل ملاحظه در سیاست‌های خارجی باید در ارتباط با برخی سوء تفاهم‌های باقی مانده از انتخابات 88 هم اقدامی عاجل صورت دهد. امضا کنندگان نامه با بیان اینکه در انتخابات 88 بسیاری اشتباه کردند، به پیشنهاد محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران برای بخشش طرفین اشاره کرده و افزوده‌اند شایسته است که حضرت عالی و شورای عالی امنیت ملی با نگاهی مثبت در تعامل با مقامات عالی رتبه برای آزادی زندانیان سیاسی اقدام کنید. این 9 شخصیت اصلاح طلب در نامه خود به روحانی با بیان اینکه در این میان لازم است تا به صورت کارآمدی درباره رفع حصر آقایان موسوی، کروبی و خانم رهنورد اقدام شود افزودند، ادامه این وضعیت به نفع هیچ کس جز تندروهای افراطی که هدفی جز نابودی کشور ندارند نیست.
ابراهیم اصغرزاده، الیاس حضرتی، محمد جواد حقشناس، فیاض زاهد، رضا نوروززاده، سعید لیلاز، اسماعیل دوستی، مسعود سلطانی فر و نعمت احمدی 9 شخصیت اصلاح طلبی هستند که نامه سرگشاده به حسن روحانی را امضا کردند. حسن روحانی که روز 16 آذر به مناسبت روز دانشجو به جمع دانشجویان در دانشگاه شهید بهشتی تهران حضور یافته بود، در واکنش به شعارهای گروهی از دانشجویان که خواستار آزادی میرحسین موسوی و مهدی کروبی و دیگر زندانیان سیاسی کشور شدند، گفت که دولت به تمام وعده‌های خود پایبند است. تلاش برای رفع حصرها و آزادی زندانیان سیاسی یکی از وعده‌های حسن روحانی در جریان رقابت‌های انتخاباتی بود. میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و همچنین زهرا رهنورد، همسر آقای موسوی، بیش از 1000 روز است که در حصر خانگی به سر می‌برند.